April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land. آوریل اسرارآمیزترین ماه سال است. یاس و بنفش ها از سرزمین سرد و مرده سر بر می آورند. امیال و خاطرات در هم می آمیزند و باران بهاری ریشه های خشک را در دل خاک به جنبش در می آورد. زمستان زمین را با برف پوشانده بود، برفی که به همه چیز سایه ای از فراموشی می افکند و چشمه هایی که رو به خشکی می گذاردند تنها مایه های حیات بودند. تابستان ما را شگفت زده می کرد. باران بی دریغ بر سر ما فرو می ریخت و ما به زیر سقف ها و سرپناه ها هجوم می آوردیم و پس از باران در زیر نور خورشید گرم و خشک می شدیم. به هوفگارتن می رفتیم، قهوه می خوردیم و کمی حرف می زدیم. من ابدا یک روس نیستم، از سرزمین لیتاون برخاستم، آلمانی اصیل هستم و وقتی بچه بودیم در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. من در مورد شب زیاد خواندم و میخواهم زمستان را در جنوب بگذرانم. چرا ریشه ها زمین را چنگ میزنند؟ چه چیز شاخه ها را از درون این زمین سنگین میرویاند؟ ای پسر آدم، تو جوابش را نمیدانی. تنها چیزی که میدانی مشتی تخیلات و تصورات پراکندن، جایی که خورشید تازیانه آتش میزند و درختان خشک هیچ سایه‌ای ندارد تا در آن بیاسایی. فقط در زیر این صخره سرخ میتوان سایه را یافت. بیا به زیر این صخره سرخ بیا تا به تو چیزهایی به نمایانم متفاوت از آنچه تا کنون شناخته ای، از سایه‌ات که صبح ها در پشت سرت گام بر میدارد و یا به هنگام غروب بر میخیزد تا تو را ملاقات کند. من ترس را در مشتی خاک به تو نشان خواهم داد. الیوت یک بار برای من نوشت که به شدت تحت تأثیر کوارتت های اخیر بتوون قرار گرفته و بارها با گرامافون به اونها گوش میده. نامه اونو به خوبی به خاطر دارم. نوشته بوده کاش میتونستم منم شعرم همون درد و رنجی رو که بتوون در کوارتت های اخیرش بیان کرده متجلی بسازم. نویسندگان بزرگ. T.S. Eliot. شعر سرزمین برهوت T.S. Eliot معروف ترین شعری است که در قرن حاضر نوشته شده و نقطه اوج جنبش مدرن در شعر محسوب می شود. این شعر باعث شد که Eliot به عنوان محبوب ترین شاعر دوران خیش شناخته شود و همگان به او به دیده یک استاد و پیشگام فرهنگی که هزاران شنونده مشتاق را به سوی خود جلب می کند بنگرند. با وجودی که الیوت شاعر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، منتقد و ناشری معروف است، ولی قبل از هر چیز به عنوان نویسنده و سراینده سرزمین برهوت شهرت دارد. به نظر من هیچ شعری رو نمیشه پیدا کرد که عظمت سرزمین برهوت رو داشته باشه. این اثر به احتمال زیاد همواره به عنوان مهمترین و با ارزشترین اثر شعری اوایل قرن بیستم که به زبان انگلیسی سروده شده باقی میمونه. فکر میکنم نقش او در شعر قرن بیستم مطلقاً از هر شاعر دیگه بیشتر برجسته است. او از ییتس خیلی بهتره. بسیار بسیار خلاق‌تر، درخشانتر و نوآورتره. واقعاً نوآورتر. منظورم اینه که همه چیز در شعر قرن بیستم مرهون الیوته. توماس استرنز الیوت در سال 1888 در سنت لوئیس میسوری متولد شد. او کودکی لاغر و شکننده بود و از سنین نخستین کودکی به شدت تحت مراقبت بود و در واقع دور از دنیای واقعی نگهداری میشد. کسی که بیشترین نقش را در دوران خردسالی او داشت پدر بزرگش بود که حس وظیفه شناسی و آدابدانی را در الیوت جوان پرورش داد. الیوت کودکی شاد و خوبی داشت، اما وقتی به دانشگاه هاروارد رفت چارچوب‌های قراردادی تعلیم و تربیت خود را شکست. خانواده الیوت یک خانواده اشرافی آمریکایی بودند. به موازات اینکه الیوت در آن خانواده بزرگ و در عین حال متحد و به هم پیوسته رشد میکرد، این نکته را دریافته بود که ارزش‌های حاکم بر خانواده که او نیز میبایست به عنوان وظیفه به اونها عمل کنه و وفادار بمونه تا چه حد توفیق خواهد داشت. این چیزها قید و بندهایی بودند که او هرگز به طور جدی خود را از اونها رها نساخت و در طول زندگیش آثار و نشانهای زیادی از اونها رو در کلیه نقشهایی که برای خود برگزیده بود مشاهده میکنیم. اگر به جنبه‌های شاعرانه شخصیت او بنگریم، در شعرهایی که در دوران نوجوانی و نیز در دوران تحصیل در دانشگاه هاروارد سروده، این نقشها به طور مشخص و مشهود متجلی شده.
او مرد جوانی است که میخواهد خود رو از قیود زائد خانوادش برهانه، ولی نمیدونه چگونه این کار رو انجام بده. هنگامی که در هاروارد بود، او مدت ها در کوچه پس کوچه های محله کمبریج پیاده روی میکرد و همواره در این اندیشه بود که چگونه قید و بندهای گذشته خود رو بکسله. پس بیا برویم، من و تو به هنگامی که تاریکی دوباره بر آسمان سنگینی می کند، به مانند بیماری بیهوش به روی تخت، بیا برویم و عبور کنیم از میان خیابانهای تنگ و نیمه متروک، در انعکاس هیاهوی شبهای ناآرام، در رستورانهایی که غذای صدف می فروشند و خیابانهایی که همانند بحثهای خسته کنندهی که از مقاصد خائنان سرچشمه می گیرد و همچنان ادامه می یابد. نپرس چطور و چگونه، بیا برویم و با هم ملاقات کنیم. آهنگ عاشقانه آلفرد پروفراک نخستین شعر مهم الیوت بود. او این شعر را در سن 23 سالگی سرود و همین شعر باعث شد که او به عنوان شاعری توانا مشهور شود. اون چه الیوت در این شعر آورده طعنه و کنایه، هزل و حزیزه. پس بیا برویم من و تو به هنگامی که تاریکی دوباره بر آسمان سنگینی می کند، به مانند بیماری بیهوش بر روی تخت. این کاریه که الیوت از یک کلیشه قدیمی استفاده کرده. آسمان قرمز رنگ در شب نشانه نزدیک شدن سحره و این علامت باعث مسرت شبروانی است که راه رو گم کردند و میخواهند بر حول محور 7530 درجه بچرخند تا راه رو بیابند. شما در اینجا صدای مشخص و برجسته‌ای رو میشنوید، صدایی که در این حال کاملا غیرعادیه. چنین صدایی هرگز قبل از این در شعر انگلیسی شنیده نشده. در شرایطی که معاصرین الیوت در انگلستان و تا حدودی در آمریکا هنوز در نوعی از رمانتیک که فروغش رو به خاموشی گذارده بود دست و پا می زدند، هنگامی که علت و اساس نابسامانی های اجتماعی هنوز هم در اختلافات و نابسامانی های فردی جستجو می شد و نظام ارزش های جامعه فرو می پاشید و زبان ارزش و اعتبار خود را از دست می داد. به عنوان یکی از نتایج و پیامدهای چنین اوضاع و احوالی، شاعری قدم بر سر شعر و ادبیات گذارد که به نظر می رسید به خودش و شعرش اطمینان کامل داره، به راهی که در پیش گرفته و کاری که مصمم به انجام اونه مطمئنه. زمانی فرا خواهد رسید که چهره ای صورتهایی را که تو ملاقات می کنی دیدار کند. زمانی فرا خواهد رسید برای قتل و جنایت، برای آفرینش، برای تمامی کارها و دستها که پرسشی را در بر دارد و در بشقاب تو بچکاند. زمانی برای تو و زمانی برای من و نیز زمانی برای صدها صدها تردید و برای صدها توهم و صدها تخیل، قبل از خوردن نان و چای. زن به اتاق می آید و درباره میکلانگ صحبت می کند و مسلماً غرق در حیرت و شگفتی می شود که آیا من شهامت آن را دارم؟ زمانی برای نگاه کردن به پشت سر می رسد، در حالی که یک تکه از وسط سرم تاز شده است. مردم می گویند چرا موهایش انقدر کم شده است؟ کتی که صبح ها می پوشم، با یقه بلندش که تا زیر چانه هم می رسد، کراواتم که شیک و گران قیمت است، ولی یک سنجاق ساده و کوچک آن را دستگیر کرده است. مردم می گویند چرا دست خواب و پاهایش اینقدر لاغر است؟ آیا من جرأت آن را خواهم داشت که جهان را برهم بریزم؟ در یک دقیقه میتوان تصمیم گرفت و باز نگریست که چگونه میتوان همه چیز را وارونه ساخت. چون من همه آنها را شناختم، غروب ها را نیز شناختم، صبح ها را، عصر ها را، من زندگی خیش را در قاشق های قهوه اندازه گرفتم. من صداهایی را که در آواهای روبه خاموشی موسیقی میمیرند میشناسم. جرأت لازم را چگونه بیابم؟ پروفراک یک انسان برجسته و نابغه است. نامش جی آلفرد پروفراکه و این در واقع با توماس استرینز الیوت بودن کمی متفاوته. فکر میکنم الیوت پیچیده تر از یک انسان معمولی بود. مردی که شایستگی های بسیار داشت. یه مار ویرجینیا وولف در کارت دعوتی که برای مهموناش فرستاد نوشت که تی‌اس الیوت در لباس چارتکش در اینجا خواهد بود، ولی تصور میکنه مردی با اون احساسات عمیق و اون همه شور و هیجان رو کسی قادر نباشه مسخره کنه. او همیشه دوست داشت نقش‌های مختلفی رو بازی کنه، حتی وقتی خردسال بود نیست این میل در او وجود داشت.
کسانی که او را خوب میشناختند و حتی کسانی که او را آنچنان که بود مورد توجه و ارزیابی قرار نمیدادند، مانند وی اس پریچت در مورد او میگفتند مجموعه ای از شخصیت های مختلف در یک کالبد. زندگی او به عبارتی رژه مداوم نقش ها و ماسک های مختلف بود. این تجلی شخصیت های مختلف در او به هنگامی آغاز شد که در دانشگاه هاروارد تحصیل میکرد. در آنجا بود که خود را به عنوان جوانی خود ساخته نشان داد. چنین شخصیتی یکی از جنبه های مهم و برجسته وجود او بود. او ضمناً دارای شخصیتی مذهبی و اسرارآمیز بود که این مرحله نیز یکی از مراحل خاص زندگی او به شمار میره. این شخصیت های نمایشی که در اشعار او متجلی شده به طور کاملا طبیعی در او شکل گرفت. در واقع میتوان گفت که الیوت بزرگترین شاعر دراماتیک عصر ماست. چه نیکوست و سزاوار است که بعد از فنجان‌های قهوه و چای در میان ظروف چینی، در میان گفتگوهای من و تو، آری چه نیکو و شایسته است که با لبخندی بر لب دنیا را آنچنان بفشاری که به صورت گلوله‌ای کوچک درآید و آن را به سوی پرسشی سخت فرو غلطانی و بگویی من گدایی بیمار هستم، از مرگ بازگشتم، بازگشتم تا اینکه همه چیز را به تو بگویم. اگر کسی بالشی به زیر سر او بگذارد باید بگویم منظور من چنین چیزی نیست، اصلا نه، منظور من این نیست ابدا. و چه نیکو و سزاوار است که پس از غروب آفتاب و درهای باز، باغ و خیابانهای شسته شده، پس از داستانها، بعد از فنجانهای چای، بعد از دامنهایی که به روی زمین کشیده می شود، و این و خیلی بیش از این، بیان منظور من امری غیر ممکن است، ولی گویی فانوسی اسرارآمیز همانند چراغ جادو به ناگاه همه چیز را روی صحنه روشن می سازد. چنی گوست اگر کسی شالی را از روی دوش به کناری افکند و به سوی پنجره برود. این ابداً چیزی نیست که می خواهم بگویم. نه، منظورم این نیست ابداً. من فکر میکنم پروفراک در بین آثار الیوت از دو جهت اهمیت بیشتری داره، دارای تقدمه، یکی از نظر موضوع و محتوا و دیگر از نظر روش و تکنیک. از جهت محتوایی در واقع موضوع اصلی اکثر شعرهای الیوت رو ارائه میکنه. توضیح به این معنا که کلیه این اشعار در فاصله خلق اشعار سرزمین برهوت و مردان مقدس سروده شده و موضوع اصلی اون مسئله شکست و ناکامی در زندگیه. اگه پروفراک و زندگیش رو مورد مطالعه قرار بدیم ملاحظه خواهیم کرد که او انسانی درونگرا و منزوی بوده. از نظر تکنیکی هم اشعارش غیرعادی و در واقع خارق العاده است، ولی در اون اشعار از کلمات پست و هجو استفاده شده و در اون همواره سوالی مطرح میشه که همچنان بدون جواب باقی میمانه. آه، نپرس که آن چیست، بیا برویم و با هم دیدار کنیم. بعد از این قسمت او به تعمق و تأمل بر روی زمان میپردازه. زمانی فرا خواهد رسید، زمانی فرا خواهد رسید که چهره ای صورتهایی را که تو ملاقات کرده ای دیدار کند. زمانی فرا خواهد رسید برای قتل و جنایت و نیز برای خلاقیت و آفرینش. در اواخر همین قطعه میگه و زمانی برای صدها توهم و صدها تخیل قبل از خوردن نان و چای که ناگهان همه چیز فرو میریزد. همه چیز. نه، من شاهزاده هملت نیستم و هرگز نخواستم باشم. من خدمتکار ارباب هستم، کسی که برای رضایت اربابش دست به هر کاری میزند، نقش بازی میکند، گاهی به نصیحت شاهزاده میپردازد و بی تردید به او احترام میگذارد. از اینکه خدمتی انجام بدهد خوشحال میشود. حق باز، هوشیار و محافظ کار و در واقع مسخره است و حتی گاهی از اوقات بسیار احمق. من پیر می شوم. شلوار گشادم را خواهم پوشید، موهایم را به عقب خواهم زد، جرأت خواهم کرد یک هلو بخورم، شلوار فلانل سفید خواهم پوشید و در کنار ساحل قدم می زنم. من آواز دست جمعی پریان دریایی را شنیدم، اما فکر نمی کنم آنها برای من آواز می خوانند. من آنها را بر امواج دریا دیدم که سوار بر خزه های ساحلی شده اند و موهای سپید و سیاهشان را شانه می کنند. و هنگامی که باد می وزد امواج آنها را بالا و پایین می برد. ما در حفره های دریا درنگ کرده ایم همراه با دختران دریا که تاجی بر سر نهادند.
پروفراک تا سال 1915 به چاپ نرسید. در آن تاریخ الیوت آمریکا را ترک گفته و در انگلستان سکونت کرده بود. او برای تصدی مقامی در دانشگاه اکسفورد به انگلستان آمد، اما به زودی دریافت که فضای هنری لندن مکان مناسب تری برای سرودن شعر است. برای نخستین بار در زندگی خیش او خود را در میان افرادی یافت که هم سن و سال او بودند و شعر را خیلی خیلی جدی می گرفتند. با مسائل فرهنگی برخوردی محترمانه داشتند و قادر بودند مدت‌ها در مورد هنر، ادبیات و فرهنگ به بحث بپردازند. این یک عامل بود. عامل دیگه این بود که او از نظر اخلاقی انسانی بسیار قدرتمند بود و به عنوان یک اشرافزاده آمریکایی ختمش آمریکا را در مورد سیاست و مسائل اجتماعی با دیده تحقیر می‌نگریست. اون چرا که قادر نبود در آمریکا پیدا کنه در اروپا یافته بود. زندگی آوانگارد در لندن در خلال جنگ اول جهانی عمدتاً تحت تأثیر دو قدرت بزرگ قرار داشت که عبارت بودند از ویندهام لوئیس و یک تبعیدی آمریکایی به نام ازرا پاوند. پاوند نقش مهمی در شکل گیری شخصیت الیوت به عنوان یک شاعر و نویسنده ایفا کرد. او بود که ترتیب چاپ اول پروفراک را داد. پاوند به ویندهام لوئیس پیوست تا به اتفاق هم جنبشی را شکل دهند که نامش را جنبش ورتیسیسم گذاردند. سعی می‌کردند بقایای رمانتیسم دوره ویکتوریا را منفجر کرده و نابود سازند. منظور شیوه ایست که اشعار جورجین نامیده می شد و به جای آن تلاش کردند مدرنیسم را حاکم کنند. در حقیقت آنچه آنان در جستجویش بودند ابداع یک شیوه مدرن بود که ضمناً با گذشته نیز مرتبط باشد. آنها با نظرات سنتگرایان که می‌خواستند عیناً آنچه را که اسلاف آنها انجام داده‌اند تکرار نمایند و دقیقاً دنبال روی آنان باشند مخالف بودند. کار آنها انقلابی بر علیه سنتگرایی صرف و پیروی از شیوه کار گذشتگان دور یا نزدیک بود. آنها می‌خواستند صرفاً از قسمت‌های مناسب و مربوط هنر گذشتگان بهره گیرند. اون چه که افرادی مانند پاوند و الیوت در صدد انجامش بودن ایجاد تحول در تاریخ شعر و شاعری بود، تحولی که در موسیقی و نقاشی نیز صورت گرفته بود و تمامی پیشگامان آن در فرانسه زندگی می کردند. در دهه مهم و تعیین کننده‌ای بین 1870 تا 1880 اونها تلاش کردند که انگلستان رو دوباره به جریان اصلی حاکم بر اروپا به خصوص فرانسه برگردوند. آثار پیروان مکتب ورتیسیسم یکی از جنبه‌های جذاب زندگی در دوران جنگ به شمار می‌رفت. به موازات گسترش جنگ و کشیده شدن مصائب جبهه‌های جنگ به پایتخت انگلستان، لندن فضای سنگین و غم گرفته‌ای به خود گرفت. او سرودن شعر را در سال 1916 آغاز کرد و از اشعار آن دوران نهایتاً شعر سرزمین برهوت به چاپ رسید. در زیر مه قهوه‌ای رنگ طلوع یک روز زمستانی وحشت بر پل لندن سایه افکنده است، وحشتی غریب. هرگز فکر نمی کردم مرگ تا این حد ویرانگر باشد. ناله ها در گلو خفه می شود، تبخیر می گردد و هر کس فقط مواظب جلوی پای خیش است. روی کوها به جنبش در آمده اند، طغیان کرده اند و در خیابان ها به راه افتاده اند و به موی روانند که ماری ولنات در آنجا خانه داشت. صدایی مبهم نه ضربه می نوازد. آری، من او را می شناختم. مقابلش ایستادم، گریان گفتم تو همانی که با من همسفر بودی؟ آن دانه‌ای که سال گذشته در باغچه‌ات کاشتی چه شد؟ آیا جوانه زده است؟ امسال سبز خواهد شد؟ یا سرمایه بی امان آن را نابود کرده است؟ آه، از این پس مراقب سگ باش، او دوست انسان است. شاید با پنجه هایش زمین باغچه‌ات را شخم بزند. با تو هم، با تو ای ریاکار، ای دروغگو، مزفر. در ارتباط با اشعاری مثل پروفراک ملاحظه خواهید کرد که این اشعار هم به گذشته گرایش داره و هم به آینده، یعنی هم مدرن و هم سنتی. در مونولوگ‌های سنتی اشعاری وجود داره که شباهت بسیاری به پروفراک دارن، ولی هنگامی که به سرزمین برهوت میرسیم با اثری کاملا متفاوت برخورد میکنیم که در این حال به لحاظ شباهت‌های به آثار قبلی تعلق اون به الیوت قابل تشخیصه. فرض کنید آثار پیکاسو رو میخواهید مورد بدید. شما ابتدا به دوره رنگ قرمز برمیخورید و سپس به دوره رنگ آبی. این دو دوره در این حال که با هم متفاوتن ولی شباهت هاشون قابل تشخیص. در انگلستان سایریل کونلی اون رو شکستنده بزرگ و جدید خواند. این شعر ریتم های جاز
نمادهای شهری، اسطوره‌های مردم شناسی و تمامی قلمرو به هنر نوین را داشت. درست مثل این که در قالبی باریک و موزون ریخته شده باشه. در نتیجه موفقیت زیادی کسب کرد. سرزمین برهوت که در سال 1922 به چاپ رسید از 5 قسمت تشکیل می شود که تماماً از مصرع‌های کوتاه و بلند و قافیه‌های متفاوت و نامتجانس تشکیل شده است و بدین سبب مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در واقع از یک نظر سرزمین برهوت شعری منقطع است. می دانید وقتی کتاب در حال چاپ بود، الیوت خیلی تمایل داشت که اون رو تحت عناوین مختلف و به طور جداگانه به چاپ برسونه و هر قسمت رو مجزا در معرض نقد هنردوستان قرار بده. من فکر می کنم که عملا هم کاملا امکان پذیر بود که شعر در چند بخش و تحت عناوین جداگانه به چاپ برسه. به این ترتیب ملاحظه می کنید که الیوت هم شخصا به ارتباط و هماهنگی اون قطعات به عنوان یک شعر بلند اعتقادی نداشت. ولی وقتی اطرافیان جملگی گفتن که اشعار مذکور تحت یک عنوان و به صورت یک مجموعه اثر جالب و زیبایی خواهد شد، او نظر خود را در این زمینه تغییر داد و بعد متوجه شد که چه شعر هماهنگ و کاملی شده است. بنابراین تصور میکنم که الیوت شخصا این اثر را ترکیبی از قطعات مختلف میدانست، زیرا در هر یک از ابیاتی که سروده موضوع خاص را مطرح کرده است. در شعر الیوت یک نکته عجیب وجود دارد و آن این است که هر وقت انسان اشعار او را می‌خواند به طور مداوم تنین و آهنگ آثار شعرای دیگر را در آن می‌یابد. بودلر، ویلن، تنیسون، برونینگ و دانته، گویی همه آنها در زیر سطح شعر او قرار گرفتند. یکی از جنبه‌های خارق‌العاده شعر برهوت میزان توهمات و تخیلات غیرواقعی موجود در اشعاره. الیوت از تخیلات خود در اشعارش سود میبره و این کار رو کاملا فی‌البداهه انجام میده. شاید بهترین مثالی که در این زمینه میشه به اون اشاره کرد مطلع شعر بازی شطرنج. در اینجا الیوت از نطق روبارباس در آنتونی و کلوپاترا استفاده میکنه، قایقی که او درونش نشسته بود همانند تاجی پرتلالو در آب می درخشید. البته الیوت در این جمله تغییراتی میده و میگه صندلیی که او به رویش نشسته بود مثل تاجی پرتلالو بر روی سنگی مرمری بود. سپس اون چه مشهوده به جای نیروی زندگی خارق‌العاده‌ای که در کلوپاترا وجود داشت، این ترکیب بی‌نهایت زیبا و مواج جملاتی که انسان رو فریب میده و با خود به دنیای رویاها میبره و خواننده میفهمه که در اینجا احساس بسی آشکارتر و ملموستر از واقعیته. صندلی که او رویش نشسته است چون تاجی بر روی سنگ مرمرین میدرخشد. از شمدانهای بلورین به روی میز است که بر زیبایی صحنه میافزاید. نگاه راسخش نشانه اراده ایش که برای آن افته است. نور خیال انگیزی از شمدانهای هفت شاخه برمیخیزد که بر روی میز انعکاسی رویایی دارد. تلالوی صندلی که او رویش نشسته است چون تاجی بر روی سنگ مرمرین میدرخشد و با زیبایی مجسمه های ساخته شده از آج و جام های بلورین و رنگارنگ در هم می آمیزد و فضای خیال انگیز می آفریند. عطر او همواره با رایحه شمع در هوا پخش می شود. نسیمی که از پنجره می وزد هوا را تازه می کند. رایحه های در هم آمیخته به همراه دودی که از شعله شمع ها بر می خیزد بالا می روند و در نزدیکی سقف طرح های متحرک و لرزانی می سازند. علف ها و چوب هایی که در نجاری می سوزند شعله های سبز و نارنجی می آفرینند و سنگ های زیرین خود را رنگین می سازند. نور غم‌انگیزی که از شعله های آتش برمی خیزد نمای زیبای اطراف بخاری را روشن می کند. گویی از پنجره بر تمامی جانداران نوری سیمگون می تابد. صدای بلبل جای خود را به نعره پادشاه بربرها می بخشد که با خشم فریاد می کشد. تند بادی سخت به انگام شب می وزد و تمامی صحرا را از صدای غیر قابل توصیف آکنده می سازد و او هنوز می گرید و زمین هنوز می چرخد. چک 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 پرنده خوشخوان برای گوش های پلید و تنه درخت پوسیده زمان از فراز دیوارها می شنود که ستاره ها از آسمان فرو می خفتند و در آن اتاق خاموش فرود می آیند. صدای گام هایی بر پله ها شنیده می شود. نوری که از آتش بر می خیزد آنجا را روشن می کند و موهای سرکش او بر شانه هایش می لغزد. در آن نور خیال انگیز زیبایی غریبی دارد.
امشب اعصابم متشنج است. آری متشنج، با من بمان، با من سخن بگو. چرا هرگز حرف نمیزنی؟ سخن بگو. به چه چیز میاندیشی؟ به چه چیز؟ به چه چیز؟ هرگز نفهمیدم به چه میاندیشی. بیاندیش. من میاندیشم که در کوچه موشها هستیم و استخوانهای مردگان از هم جدا میشنم. چه صدایی میاید؟ صدای باد در پشت در است. حالا چه صدایی میاید؟ باد چه میکند؟ کاری نمیکند، اصلا هیچ کار. تو میدانی که هیچ کاری نمی کند؟ هیچ چیز نمی بینی؟ هیچ چیز به یاد نمی آوری؟ هیچ چیز به یاد می آورم؟ منها مروارید چشمان او بودم. آیا تو زنده ای یا نه؟ در سر تو چه می گذرد؟ ولی آن جامعه مندرس شکسپیر چه زیباست، چه شگفت انگیز است، چه زیبا و چه اعجاب آور. من اکنون چه کنم؟ من چه کنم؟ میخواهم بگریزم، به خیابان بروم با همین موهای باز و آشفته. فردا چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ یکی از جنبه های نوین و بدیع سرزمین برهوت برای خوانندگان آن تعداد بیشمار شخصیت های آن است. الیوت تلاش میکرد که هیاهوی زندگی در لندن را به زبان شعر به تصویر بکشد و حتی سعی میکرد که جنجال های پلیسی را نیز در شعر خود بیان کند. اونها تلاش میکردند در زبان شعر خیش کلماتی را بیارند که مردم عادی در کوچه و بازار بر زبان میروندند، در حالی که شعرهای دوره جورجین که این گروه علیه سبک شعر اونها قیام کردند همواره میخواستند مفاهیم خاصی همچون غروب آفتاب و زیبایی روستاها رو در شعر خود متجلی بسازند. پیروان شیوه جدید آگاهانه و به عمد موضوعات بسیار معمولی رو برای شعر خود برمیگذیرند. به عمد از مسائل و موضوعات پست و پیش پا افتاده در شعر خود سخن میگفتند و سعی میکردند نوع غریبی از زیبایی برای اون موضوعات بیافرینند. به عنوان مثال باید بگم که تصور میکنم یکی از مسخره ترین و پیش پا افتاده ترین مسائلی که در این قبیل اشعار مطرح میشد گفتگوهایی بود که در رستوران های پست در میگرفت. میدونید سخن گفتن از این موضوعات مبتذل در شعر واقعا شرم‌آور و ننگین بود. منظورم به شعر در آوردن سخنانیه که فیما بین زنان و مردان معمولی و طبقات مهجور و مطرود جامعه رد و بدل میشد. تا اون زمان هرگز چنین مسائلی در شعر مطرح نمیشد، ولی ناگهان رستوران های لندن موضوع شعر شد. من به او گفتم اگر نمیخوای از آنها استفاده کنی میل خودت است. میدانی که آلبرت حق انتخاب دارد. اگر تو را ترک کرد نگو که حقیقت را به تو نگفتم. تو واقعا باید از این قیافت خجالت بکشی. او فقط 31 سال داشت. او گفت نمیدانم چه کنم، صورتم دراز و زشت شده، از چه بکنم؟ واقعا چاره ای نداشتم. دکتر گفت ناراحت نباش، همه چیز درست می شود. ولی چهره من هرگز چهره قبلی نشد. من گفتم تو یک احمق واقعی هستی. اگر آلبرت را رها نکند من اسمم را عوض می کنم. اگر بچه نمیخواستی پس چرا ازدواج کردی؟ زود باش، عجله کن. به هر حال روز یک شنبه آلبرت به خانه ما آمد و مرا برای شام دعوت کرد تا در گرما و صفای محفلشان شرکت بکنم. زود باش، عجله کن. زود باش، عجله کن. شب بخیر بیل، شب بخیر لویی، شب بخیر مای، شب بخیر تارا، شب بخیر، شب بخیر. شب بخیر خانوما، شب بخیر خانوم های عزیز، شب بخیر، شب بخیر. خیمه رودخانه از هم گسسته است. آخرین انگشتان برگ‌ها بر بستر رود چنگ می‌زنند و بر آن می‌چسبند. باد سرزمین قهوه‌ای رنگ و سوخته را در می‌نوردد بدون سر و صدا. پریان دریایی کوچ کردند. تایمز زیبا، آرام باش تا من آهنگم را تمام کنم. رودخانه شیشه‌های خالی را دوست ندارد. کاغذ‌های ساندویچ را، دستمال‌های ابریشمین، جعبه‌های مقوایی، ته سیگار و دیگر بقایای شب‌های تابستان را. پریان دریایی کوچ کرده‌اند و دوستانشان وارثان دیر از راه رسیده شهر نیز رفته‌اند بدون اینکه هیچ نشانی از خود بر جای بگذارند. در آب‌های لمان نشستم و گریستم. تایمز زیبا، آرام باش تا من آهنگم را تمام کنم. تایمز زیبا، آرام باش زیرا من نه بلند و نه شمرده میگویم
ولی در پشت سر از ورای باد سردی که میوزد صدای تق تق استخوان‌ها را میشنوم و صدای خنده موهش که در فضا پخش میشود. انگامی که سرزمین برهوت برای اولین بار در سال 1922 به چاپ رسید، اثری بود که گویی مستقیماً با روح جو غالب زمان خیش گفتگو میکرد، علی‌رغم اینکه بسیاری از اشعار آن جنبه عام نداشت و شخصی بود. در سال 1915 الیوت با ویوین هیگوود آشنا شد و خیلی زود با او ازدواج کرد، ولی این پیوند ازدواج موفقی نبود. ویوین زنی بسیار عصبی بود و رفتار عجیب و غریبی از خود نشان میداد، تا اینکه بالاخره الیوت مجبور شد او را ترک گوید، زیرا ویوین به تدریج به سوی دیوانگی محض کشیده میشد. مسئله اینه که او تا یه سالهایی که براهوت رو سرود تا حد فروپاشی عصبی پیش رفت و مصیبت‌های زیادی کشید. بنابراین شما با شعری روبرو میشید که مستقیماً تحت تأثیر دوران مهنت‌ها، رنج‌ها و محرومیت‌های الیوت قرار دارد. در این نکته هیچ گونه تردیدی وجود نداره، ولی در این حال این شعر آه و ناله و گلایه و شکایت او از زندگی نیست که در قالب شعر و با فرمی آهنگین ادا شده باشه. تنها بیان رنج ها و درد های اوست. زیرا نبوغ سرشار او باعث شده بود که او بتونه رنج ها و مشکلات خیش را به عنوان نمادی از شرایط عصر خود ارائه کنه و به راستی چنین بود. او روابط نمادین دوره خود را به خوبی در اشعارش نشون داده و درد و رنج فردی خیش را به صورت گوشه ای از عالم گروهی و عمومی اجتماع در آثارش متجلی ساخته است. شعر او شکوفایی عجیبی داره. شعری درباره امکان دستیابی به نوعی مکاشفه و کشف شهود، و این نکته به خصوص در اواخر شعر او بسیار مشهوده. هر کسی این اثر رو بخونه اون رو به شدت احساس میکنه، ولی من خیال میکنم ما هرگز قادر نخواهیم بود اون رو با همون قدرت و عظمتی که مردم پس از جنگ جهانی اول احساس کردند لمس کنیم. ولی این احساس که دنیا وارد یک هیته یا ورطه مادی شده و از معنویت به دور افتاده در اولویت بسیار قوی قرار داره، احساسی که هر مسیحی میتونست در اون شرایط داشته باشه. او احتمالاً وقتی براهوت رو می سرود در مرز تغییر مذهب و اعتقادات دینی خود بود و گرایش به مذهب و مسلک دیگر پیدا کرده بود. این اعتقاد الیوت با اشعار دبلیو بی ییتس ارتباطی تنگاتنگ داره. اونم این چنین میسرایه که انسانهای خوب و شریف محکومند و شریرترین آنها به شدت محبوب. ییتس با این بیت تمدن اون دوره رو خلاصه میکنه و همون مفهوم به وضوح در شعر براهوت نیز دیده میشه. این نظریه که در اون دوران همه ی ارزش ها در حال فروپاشی، گسستن و سقوط بود و غرب نیز در حال سقوط و انحطاط، غرب نیرومند، شهر بی هویت. در زیر مه تیره ظهر یک روز زمستانی آقای یوجنیدس بازرگان با جیب‌های پر از اسکناس و اسناد و مدارک شناسایی معتبر با فرانسه‌ای دست و پا شکسته از من آدرس گران‌ترین هتل لندن را در خیابان کانان پرسید. او می‌خواست تعطیلات آخر هفته‌اش را نیز در متروپول بگذراند. در ساعت کبود وقتی چشم‌ها و دست‌ها از غروب روی برمی‌گردانند، وقتی قلب منتظر است و مثل یک تاکسی که ایستاده و در انتظار است پت پت می‌کند، من تایریسوس هستم. گرچه کورم ولی بین دو زندگی می‌تپم. پیرمردی با اندام کاملا چروکیده در ساعت کبود، ساعت غروب، ساعت بازگشت به خانه که مروان را از دریا به خانه باز می‌گرداند. خانم ماشین نویس به هنگام صرف چای با او صبحانه را حاضر می‌کند. اجاقش را روشن کرد و غذایش را روی آن گذاشت. بیرون پنجره در بالکن لباسهایش آخرین اشعه های خورشید را لمس می کند تا خشک شوند. به هنگام شب بسترش، جورابهایش، دمپاییش، زیرپوش و دست کشش را. بر اساس نظر الیوت، جذابترین شخصیت شعر براهوت تایریسیوس الابیناست که در قسمت سوم شعر ظاهر می‌شود. او قادر است تمامی تاریخ بشر را به صورت همزمان ببیند و بنابراین برای الیوت این امکان را فراهم می‌آورد که گذشته و حال را مورد مقایسه قرار دهد.
تایریسوس جنبه های زایل شونده و پسرونده دنیای مدرن رو در سرزمین برهوت به صورت سمبولیک آشکار میکنه. به عنوان مثال میشه به ابهام در شناخت جنسیت اشاره کرد. اون پیرمردیه که ظاهری زنانه داره. این نکته مهمیه. منظورم اینه که الیوت درباره انحطاط فرهنگ مدرن مینویسه، ولی اون این نوع فساد و انحطاط رو به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد و خاص دنیای مدرن نمیبینه. این یک جنبه خاص تاریخیه که در زمانهای مختلف رجعت میکنه. فکر میکنم در برهوت اون میخواد نشون بده که انحطاط چیزیه که در واقع با تمدن لازم و ملزومه. هم تمدن وجود داره و هم سقوط و انحطاط، و این دو به موازات هم حرکت میکنن. شاید به همین دلیلی که شعر مذکور شعری نیست که در مورد سقوط اروپا در لحظه خاص از عصر جدید سروده شده باشه. من تایریسوس پیر با اندامی چروکیده همه چیز را به فراست در میابم و پیشگویی میکنم. من انتظار میهمانی را کشیدم که پیشتر دعوت شده است، و مرد جوانی پر از کورک و تاول از راه میرسد به خانه کوچک و محقر منشی یک مؤسسه کوچک. مردی ساده و بی تکلف که اعتماد آنچنان بر او برازنده است که کلاه ابریشمین بر سر یک میلیونر برادفورد. زمانی خجسته و میمون است، همانطور که حد میزند غذا تمام شده است، و آن زن خسته و بی‌حوصله است. او تلاش میکند خود را تسلیم سرنوشت سازد، چرا که ظهور ناخواسته تقدیر نباشد. نامطلوب و اهانت آمیز است. تقدیر به ناگاه یورش میبرد، دستهایش را در بند میکند تا هر نوع دفاعی را از او سلب کند. هیچ مقاومتی جایز نیست. پس با بی تفاوتی تقدیر را میپذیرد، و من تایریسوس زجر تمامی این حوادث شوم ناخواسته را چشیدم. من کسی هستم که با تبس زیر دیوار نشستم و در میان پست‌ترین مرده ها قدم زدم. از ذهنش تنها یک فکر میگذشت. خوب دیگر تمام شد و من از این موضوع خوشحالم. وقتی تندیس صفا بار دیگر یکی و تنها راه اتاق را در پیش گرفت، موهاشو با دست مرتب کرد و یک صفحه بر روی گرامافون گذاشت. در شعر گلدسمیت این آهنگیه که اولیویا اونو زمزمه میکنه. اون به جایی برمیگرده که در زمانی به اون تعلق داشت، اما اکنون فضای کاملا متفاوتی بر اونجا حاکمه. وقتی انسانی ناامید میشینه، شروع به آواز خواندن میکنه. حالا دیگه خیلی دیره که بفهمه تقدیر به او خیانت کرده. چه چیز میتونه بر زخم اون مرهم بگذاره؟ چه چیز قادر اون خاطرات تلخ رو از ذهنش پاک بکنه؟ فقط مرگ. به عبارت دیگه، در اون روزها وقتی کسی شکست می‌خورد و هستی خودشو از دست می‌داد، مسئله بسیار جدی بود. می‌دونید اون شخص قطعاً خودکشی می‌کرد. این تنها راه حل ممکن بود. بله، تنها راه حل ممکن برای فرار از اون شکست بود. نسخه سرزمین برهوت که نهایتاً به چاپ رسید، دقیقاً همان چیزی نیست که الیوت نوشته است. آنچه او سروده بود یک سری شعر بوده که بسیار مفصل‌تر از آن چیزی است که اکنون ما در اختیار داریم. الیوت آن اشعار را جهت اظهار نظر در اختیار پاوند قرار داد. مجموعه شعر فوق پس از جر و تعدیل‌ها و ویرایش‌هایی که خود به عمل آورد، به صورت فعلی درآمد. سرزمین برهوت هستی دارای عوامل متعدد دیگری نیست بود. از جمله این عوامل میتوان به طنز، حزم و ذوق و استعداد هنری و دراماتیک اشاره کرد. علاوه بر این، نسخه هستی بسیار طولانی تر از آن چیزی است که اکنون در اختیار ما قرار دارد. واقعیت این است که الیوت شهرتش را در اختیار پاوند قرار داد و او تغییراتی در آن ایجاد کرد که خودش آن را عمل سزارین خواند. او به موسیقی الیوت گوش فرا می‌داد و به این نتیجه رسید که موسیقی مهمترین قسمت کار الیوته. به این ترتیب طنز، هزل و جنبه‌های دراماتیک شعر را حذف کرد. آنچه باقی ماند شعری بسیار کوتاه‌تر است، ولی در عین حال شعری است که با موسیقی الیوت تجانس و هماهنگی بیشتری دارد. نکته بسیار قابل توجه در مورد الیوت اینه که تمامی احساسات او با ثبات‌ترین احساساتش پیرامون ریتم شعر دور می‌زد. ریتم‌های گیرایی که از کودکی علاقه وافری به شنیدن آنها داشت، و در سراسر شعر برهوت و نیسایر کارهایش همان موسیقی را میتوان شنید. موسیقی غم‌انگیز، اغواگر و افسون کننده و پرتنین.
این است موسیقی الیوت، موسیقی هستی و وجود او. آنچه که پاوند در مورد شعر برهود انجام داد این بود که موسیقی را در اولویت قرار داد و شرایطی ایجاد کرد که موسیقی به طور اخص شنیده شود. بله، شعر برهود یا حداقل قسمت‌هایی از اون به سال 1915 و سن 27 سالگی شاعر برمیگرده، یعنی به حدود 7 سال قبل از سرودن شعر. بنابراین تکوین این شعر دارای روندی تدریجی و تکاملی است و زمینه اون از مدت‌ها قبل فراهم شده. این شعر مشابه به چطور بگم مونولوگ دراماتیک برونینگ نیست، البته اون هم به نوبه خودش یکی از منابع این شعر محسوب میشه. از این جهت ادعا میکنم که به اون شباهتی نداره، چون فاقد ارتباط گفتاریه. به عبارت دیگه همونطور که خود الیوت میگه، منطق مفهومی و معنایی نداره، بلکه دارای منطق تخیلیه. اون میگه کاری که باید بکنیم در واقع مشکل ترین قسمت کار اینه که ما بین خواننده خوب و بد شعر تفاوت و تمایز قائل بشیم. از نظر الیوت باید روابط بین قطعات و اجزایی که ظاهراً و حتی آشکارا بدون ارتباط با یکدیگرن درک کرد و این کار رو با استفاده از نیروی تخیل و تجسم ذهنی انجام داد تا بتوان به وحدت مورد نظر شعر دست یافت. اما او فکر میکرد اکثریت غریب به اتفاق مردم فاقد توانایی لازم جهت دستیابی به اون هستند. این موسیقی که گویی از آبی روان برمیخیزد به درون وجودم رسوخ میکند و در طول راه ادامه دارد. آه ای شهر، ای شهر، گاهی در کنار یک رستوران شلوغ در انتهای خیابان تایمز آبای دلنگیز ماندولین را میشنوم و نیز صدای تپش قلبم را از درون جایی که ماهیگیران به هنگام ظهر در آنجا میلمند، جایی که دیوارهای بنای یادبود مگنوس شهید زیر انوار خورشید میدرخشد. رودخانه عرق میکند، روغن و غیر قایق‌ها شناورند در جزر و مد آب، وزش بادانها را بر تیر دکل می لرزاند، قایق ها بر آب شناورند و عقربه سرعت سنجان ها در نوسان است. گرینویچ نزدیک است، جزیره سک ها از نظر ناپدید می گردد. وی لا لا لیا و لا 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 ی لا 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 وی لا 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 لا. الیزابت و لیستر پارو می زنند، عقب قایق می چرخد و به صورت صدفی طلایی جلوه‌گر می شود، قرمز و طلایی، موجی خروشان بر ساحل می غلطد، باد جنوب غربی جریان آب را بر هم می زند، آوای پرتنین زنگ ها بر برج های سفید تلنگر می زند و پرنده های نشسته بر تارک آنان را به پرواز در می آورد. لای لای لا لا لای لای لا 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 لا. قطارها و درختان هایبری مرا می آزارد، ریچموند و کیو مرا از پای در می آورد. من تا رسیدن به ریچموند پاهایم را سست و بیحال بر روی کف اتاق رها کردم. پاهایم روی قایق افتاده بود و قلبم در زیر پاهایم. پس از حادثه او گریست، قول داد که این شروعی تازه باشد. من هیچ چیز نگفتم. از چه باید متنفر باشم؟ بر روی شنهای ساحل می توانم هیچ چیز را با هیچ چیز بیاموزم. ناخن شکسته یک دست پلید. مردم من، مردم بیچاره من انتظار هیچ چیز را ندارند. هنگامی که شعر به صورت کتاب به چاپ رسید، الیوت صفحه یادداشت به عنوان مرجع به آن اضافه کرد. در آن یادداشت‌ها از دو اثر مردم شناسی به نام‌های از سنت تارومانس و شاخه طلایی قدردانی و تجلیل نمود. بعدها الیوت اصرار داشت که یادداشت‌های مذکور را فقط به این دلیل به کتاب اضافه کرده بود که اشعار مندرج در کتاب خیلی کوتاه بودند و او نمی‌توانست آنها را به صورت یک کتاب مجزا منتشر کند. ولی حقیقت هر چه که باشد، یادداشت‌های الیوت با استقبال قابل توجهی مواجه شد. این نوشته‌ها به خصوص در مورد تایرسیوس جنبه روشنگری و تشریحی دارد. الیوت خودش یک بار درباره شاعر چنین گفته: شاعر درست مثل راهزنیه که یه تکه بزرگ گوشت جلوی سگ نگهبان میندازه و مادامی که سگ مشغول خوردن گوشته، اون به کار دزدی خودش میپردازه. من تصور میکنم در مورد شعر برهوت، الیوت میخواست تمامی اندیشمندان و استادان و سایر مردم خودشون رو با تعبیر و تفسیر موضوع اصلی و هدف شعر برهوت مشغول کنه تا اون بتونه
تعبیر و تفسیرهای اونها رو که اکثرا نادرستم هست مورد بررسی قرار بده. الیوت به عنوان یک شاعر در زمانی میزیسته که ادبیات انگلستان به عنوان یک موضوع دانشگاهی هرچه بیشتر حائز اهمیت و توجه بوده است. در آن زمان منتقدان ادبی معروفی زندگی می‌کردند که در انگلستان می‌توان به آی ای ریچاردز و در آمریکا به کلارنس بروکس اشاره کرد. این افراد در مسائل آکادمیک استادان عصر خویش بودند و الیوت هرگز به گرد پای آنها نمی‌رسید و فقط از استعدادی ذاتی برخوردار بود. این حقیقت را به فراست دریافت و اگر این جمله‌ام زیاد تکراری نباشه می‌خوام بگم که الیوت اشعاری سرود که نه تنها مورد تایید اساتید فن قرار گرفت بلکه صاحب نظران ادبیات به مطالعه و بررسی اشعار او پرداختند. من فکر می‌کنم حدود 17 یا 19 صفحه مطلب در مورد تفسیر آثار الیوت در کتاب تاریخ ادبیات انگلستان نگاشته شده. در نتیجه ما میتونیم اشعار اونو به طور کامل درک کنیم. انسان هر قسمت از اشعار اونو که میخونه متوجه میشه در اون مطلب جدیدی کشف کرده. نکته‌ای که ذکر اونو در اینجا ضروری میدونم اینه که در شعر الیوت باید سه جنبه مهم رو در نظر داشت. نخست فراوانی اسطوره در شعر اونه که البته اهمیتش کمتر از اونیه که تاکنون فکر میکردیم. سپس اینکه الیوت طی یک سخنرانی که در سال 1956 در مینسوتا ایراد کرد گفت از اینکه مردم تا این اندازه در اسطوره‌های باستانی درگیر کرده بود متاسفه. گمانم باید به این مسئله اشاره کنم که اگر کسی ادعا کنه میتونه اشعار الیوت رو توضیح بده، مثل اینه که بگه میتونه آثار سزان یا پیکاسو رو توضیح بده. البته انسان میتونه چیزهایی در مورد این آثار بگه که شاید از جهاتی مفید باشه. پس از تابش نور سرخ رنگ مشعل بر چهره های عرق کرده، پس از سکوتی سرد و یخ زده در باغ، پس از رنج و اندوه در مکانهای سنگی، فریاد و گریه، زندان و قصر و انعکاس رعد و برق بهاری بر فراز کوههای دور، کسی که زندگی میکرد اکنون مرده است. ما که اکنون زندگی میکنیم در حال احتضاریم، با کمی صبر و شکیبایی. در اینجا آب نیست، در اینجا آب نیست، هرچه هست سنگ است. آب نیست، فقط سنگ است و جاده شنی، جاده پر پیچ و خم که از میان کوه ها عبور می کند، کوه های سنگی و بدون آب. در آنجا آب بود می بایست می ایستادیم و از آن می نوشیدیم. در میان صخره ها نمی توان توقف کرد یا اندیشید. عرق بر چهره انسان خشک می شود و پای در شن می ماند. اگر میان صخره ها آب بود، دهان کوه پر از دندان های پوسیده است که نمی تواند چیزی را بجود. در اینجا هیچ کس نمی تواند نه بایستد نه بخوابد و نه بنشیند. در کوه ها حتی سکوت هم وجود ندارد، فقط رعد و برقی خشک که بارانی به دنبال ندارد. در کوه ها حتی انزوانی زیاف نمی شود، تنها چهره های عبوس و سرخ رنگی دیده می شود که سایرین را به سخره می گیرند. اگر آب بود و صخره نبود، اگر صخره بود ولی آب هم بود، چشمه هم بود و برکه در میان صخره ها، اگر تنها صدای آب به گوش می رسید، نه صدای جیر جیرک ها و آواز علف های خشک، بلکه صدای آب بر روی صخره به گوش می رسید، جایی که پرندگان بر درختان کاج آواز می خوانند، چک و چک و چک و چک و چک 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 چک، ولی در آنجا آبی نیست. آن نفر سوم کیست که همواره در کنار تو گام بر می دارد؟ هنگامی که می شمارم فقط من و تو هستیم با هم، ولی زمانی که به جاده مقابل می نگرم همیشه یک نفر دیگر هم هست که در کنار تو گام بر می دارد، سراپا پوشیده در شنلی قهوه‌ای رنگ. نمی دانم که او زن است یا مرد، ولی آخر او کیست که در طرف دیگر تو گام بر می دارد؟ آن صدایی که از ورای آسمان شنیده می شود چیست؟ نجوایی از سوگواری مادرانه. آن جماعت عظیم که سرهای خود را پوشاندند کیستند که بر روی دستهای بیکران بر زمین تفته میکوبند؟ آن کدام شهر است که بر فراز کوها دیده میشود؟ شهری که ویران شده و در هوای ارغوانی رنگ میسوزد، برج‌های بر زمین افتاده، بیت المقدس، آتن، اسکندریه،
وین، لندن، غیر واقعی است. 5 سال پس از انتشار شعر سرزمین برهوت به کلیسا روی آورد و تا آخر عمرش یک معتقد به اصول مسیحیت باقی ماند. او با فابرو گویر که امروز به فابرو فابر معروف است به کار چاپ و انتشار پرداخت. پس از انتشار 4 کوارتت در خلال جنگ جهانی دوم، او در واقع سرودن شعر را به نفع تدوین نمایشنامه‌های منظوم رها کرد. نمایشنامه‌های نظیر قتل در کلیسا و از ضیافت شام که مخاطبینی تازه برای شاعر فراهم آوردند. الیوت 1948 موفق به دریافت جایزه نوبل شد، ولی علی‌رغم همه تحسین‌ها و تقدیرها هموار مردی تنها و منصفی باقی ماند. و فقط پس از ازدواج با منشی خود والری فلشر در سال 1957 بود که در اواخر زندگیش سعادتی را که از زمان کودکی برایش ناشناخته مانده بود تجربه کرد. سرانجام در سال 1965 به درود حیات گفت. او واقعا در زندگیش رنج بسیاری برد. موفقیت الیوت اونقدر بزرگه که در واقع نمیشه خلاصش کرد. حقیقت اینه که هرگز خودشو تکرار نکرد. او فوق‌العاده خلاق و مبتکر بود و از موضوع و سبکی به موضوعات و سبکای دیگه رو می آورد، در حالی که شعرهای دیگه پیوسته خودشون رو تکرار می کردن. موقعیت الیوت صرفاً در سرودن اشعاری خلاصه نمیشه که تا وقتی زبان انگلیسی پا برجاست آن اشعار هم به یاد ماندنی باشد، بلکه شهرت و موفقیت او عمدتاً در این مسئله است که او در وجود خودش فرهنگی رو حفظ کرد و ارائه نمود که در مرز نابودی بود. او آنچرا که میتوان آخرین آثار و بقایای فرهنگی ادبی اروپا در ابعاد جهانی دانست هماهنگ نمود و به آن وحدتی خاص بخشید. او این فرهنگ را در وجود خودش متجلی ساخت و ورای رنج‌های خود با آن موجودیت داد. ارزشمندترین رهاورد او نیز همین بود. او این فرهنگ را از آن جهت متجلی ساخت که نیازی درونی به این کار احساس می‌کرد. الیوت چنین اقتداری را می‌طلبید و به همین دلیل به آن عینیت بخشید. بنابراین در آن ساعت بزرگترین موفقیت او محسوب می‌گردد. و خفاش‌ها با صورت‌های بچگانشان در نور ارغوانی رنگ جیغ کشیدند و بالهایشان را بر هم زدند و از بالای دیواری سیاه به پایین سرازیر شدند و برج‌ها در هوا واژگون گردیدند. زنگ‌ها به صدا درآمدند و گذر زمان را یادآور شدند و صداهایی از انبارهای خالی تراوش کردند. در این حفره پوسیده در میان کوه‌ها در مهتابی رنگ پریده علف‌ها آواز می‌خوانند و روی گورهای معلق در اطراف نمازخانه. نمازخانه خالی است، فقط جایگاه بادهای سرگردان است. پنجره‌ای ندارد و در تاب می‌خورد. استخوان‌های خوش به کسی آسیب نمی‌رسانند. فقط یک خروس بر بالای درخت ایستاده است. ققلی ققو ققلی ققو در پرتو نور و خاکی مرطوب آواز سر میدم. رود گنگ افسرده بود و برگ‌های لرزان در انتظار باران. ابرهای سیاه از راه‌های دور گرد آمدند و بر فراز آسمان در هم پیچیدند. جنگل خشک و تفته بود و در سکوت رو ترش کرده بود. سپس رعد و برق به سخن در آمد. دا دا تا به ما چرزانی داشتند. دوست من خون قلب مرا می لرزاند. جسارتی فوق‌العاده در لحظه تسلیم که عصبانیت ناشی از دوراندیشی را در آن راهی نیست. ما از این طریق است که وجود داریم. این چیزها در شرح حال مرگ ما ثبت نمی شود و یا در خاطراتی که پوشیده در تار عنکبوت است و یا در لابلای اوراق به هم ریخته مشاور حقوقی در اتاقهای خالی ما. دا دایدوام. شنیدم که کلید یک بار درون در چرخید و فقط یک بار چرخید و ما هر یک در زندان خیش به کلید می اندیشیم، به کلید می اندیشیم، در حالی که زندان را تأیید می کنیم. فقط در شبانگاه شهرت های زیبا برای لحظه کوریالانو زنده می شود. دا دمیتا. قایق پاسخ می دهد. با خوشدلی خود را به دست قایقران و پاروی او بسپار. دریا آرام بود. قلبت این گونه گواهی می داد خوشدل باش وقتی فراخوانده می شوی. مطیع دست هایی باش که تو را با خود می برد. در کنار ساحل نشستم، ماهیگیری می کردم و دشتی خشک در پشت سرم بود. آیا خواهم توانست زمین خیش را آباد سازم؟
پل لندن سقوط می کند، سقوط می کند، سقوط می کند. آه می بلعت، می بلعت. این تکه ها را از کنار ویران هایم یافتم. پس چرا من شایسته تو نیستم؟ آیا باز هم دارم دیوانه می شوم؟ آیا باز هم دارم دیوانه می شوم؟ داتا دایدبم دمیتا شانتی شانتی شانتی.